جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی، حکایتی از گلستان، باب هفتم، در تأثیر تربیت. مراد هر که براری مطیع امر تو گشت، خلاف نفس که فرمان دهد چو یافت مراد. یکی در صورت درویشان، نه بر صفت ایشان، در محفلی دیدم نشسته و شنعتی در پیوسته و دفتر شکایتی باز کرده و ذم توانگران آغاز کرده و سخن بدین جا رسانیده که درویش را دست قدرت بسته است و توانگر را پای ارادت شکسته. کریمان را به دست اندر درم نیست، خداوندان نعمت را کرم نیست. گفتم ای یار، توانگران دخل مسکینانند و ذخیره گوش نشینان و مقصد زایران و کهف مسافران و محتمل بار گران بهر راحت دیگران. دست تناول آنگه به طعام برند که متعلقان و زیر دستان بخورند و فضله مکارم ایشان به ارامل و پیران و اقارب و جیران رسیده. توانگران را وقف است و نذر و مهمانی، زکات و فطره و اعتاق و هدی و قربانی. تو کی به دولت ایشان رسی که نتوانی جز این دو رکعت و آن هم به صد پریشانی. اگر قدرت جود است وگر قوت سجود، توانگران را به میسر شود که مال مزکا دارند و جامه پاک و عرض مسون و دل فارق و قوت طاعت در لقمه لطیف است و صحت عبادت در کسوت نظیف. پیداست که از معده خالی چه قوت آید و از دست تهی چه مروت و از پای بسته چه سیر آید و از دست گرسنه چه خیر. شب پراکنده خسبدان که به دست نبود وجه بامدادانش، مور گرد آورد به تابستان تا فراغت بود زمستانش. گفتا نشنیدی که پیغمبر علیه السلام گفت الفقر و فخری؟ گفتم خاموش، که اشارت خواجه علیه السلام به فقر طایفه است که مرد میدان رضایند و تسلیم تیر قضا، نه اینان که خرقه ابرار پوشند و لقمه ادرار فروشند. ای طبل بلند بانگ در باطن هیچ، بی توشه چه تدبیر کنی وقت بسیج؟ روی طمع از خلق به پیچر مردی، تسبیح هزار دانه بر دست مپیچ. درویش بی معرفت نیارامد تا فقرش به کفر انجامد، که نشاید جز به وجود نعمت برهنهی پوشیدن یا در استخلاص گرفتاری کوشیدن. و ابنای جنس ما را به مرتبه ایشان که رساند و ید علیا به ید سفلا چه ماند؟ تشنگان را نمایدن در خواب، همه عالم به چشم چشمه آب. حالی که من این سخن بگفتم، عنان طاقت درویش از دست تحمل برفت، تیغ زبان برکشید و اسب فصاحت در میدان وقاحت جهانید و بر من دوانید و گفت چندان مبالغه در وصف ایشان بکردی و سخنهای پریشان بگفتی که وهم تصور کند که تریاقند یا کلید خزانه ارزاق.
مشتی متکبر مغرور موجب نفور، مشتغل مال و نعمت، مفتتن جاه و ثروت، که سخن نگویند الا به سفاهت و نظر نکنند الا به کراهت. علما را به گدایی منسوب کنند و فقرا را به بی سر و پایی معیوب گردانند و به عزت مالی که دارند و عزت جاهی که پندارند برتر از همه نشینند و خود را بهتر از همه ببینند و نه آن در سر دارند که سر به کسی بردارند. بی خبر از قول حکما که گفتند هر که به طاعت از دیگران کم است و به نعمت بیش، به صورت توانگر است و به معنی درویش. گفتم مذمت اینان روا مدار که خداوند کرمند. گفت غلط گفتی که بنده درمند، چه فایده چون ابر آزارند و نمی بارند و چشمه آفتابند و بر کس نمی تابند، بر مرکب استطاعت سوارند و نمی رانند و درمی بیمنت ننهند، مالی به مشقت فراهم آورند و به خست نگه دارند و به حسرت بگذارند. چنان که حکیمان گویند سیم بخیل از خاک وقتی براید که در خاک رود. به رنج و سعی کسی نعمتی به چنگ آرد، دگر کس آید و بی سعی و رنج بردارد. گفتمش بر بخل خداوند نعمت وقوف نیافته ای الا به گدایی، وگر نه هر که طمع یک سو نهد کریم و بخیلش یکی نماید. محک داند که زر چیست و گدا داند که ممسک کیست. گفتا به تجربت آن همگی گویم که متعلقان بردر بدارند و غلیظان شدید برگمارند تا بار عزیزان ندهند و دست بر سینه صاحب تمیزان نهند و گویند کس در اینجا نیست و به حقیقت راست گفته باشند. آن را که عقل و همت و تدبیر و رای نیست، خوش گفت پرده دار که کس در سرای نیست. گفتم به عذر آن که از دست متوقعان به جان آمدند و از رقعه گدایان به بهان، و محال عقل است اگر ریگ بیابان دور شود که چشم گدایان پر شود. دیده اهل طمع به نعمت دنیا پر نشود که چاه به شبنم. هر کجا سختی کشیده ای تلخی دیده ای را بینی، خود را به شرح در کارهای مخوف اندازد و از توابع آن نپرهیزد و از عقوبت ایزد نهراسد و حلال از حرام نشناسد. اغلب تهی دستان دامن اسمت به معصیت آلایند و گرسنگان نان رو بایند. چه مای مستوران به علت درویشی در عین فساد افتادند و عرض گرامی به باد زشت نامی برداده. ما در این گفتار و هر دو به هم گرفتار، هر بیدقی که براندی به دفع آن بکوشیدمی و هر شاهی که بخواندی به فرزین بپوشیدمی، تا نقد کیسه همت در باخت و تیر جعبه حجت همه بینداخت. هن تا سپر نیفکنی از حمله فصیح، کورا جزان مقابله مستعار نیست. دین ورز و معرفت که سخندان سجع گوی، بردر سلاح دارد و کس در حصار نیست. تا عاقبت الامر دلیلش نماند ذلیلش کردم، دست تعدی دراز کرد و بیهوده گفتن آغاز. و سنت جاهلان است که چون به دلیل از خصم فرومانند، سلسله
خصومت به جنبانند. دشنامم داد سقطش گفتم، گریبانم درید زنخدانش گرفتم. او در من و من در او فتاده، خلق از پی ما دوان و خندان. انگشت تعجب جهانی از گفت و شنید ما به دندان. القصه مرافعه این سخن پیش قاضی بردیم و به حکومت عدل راضی شدیم، تا حاکم مسلمانان مصلحتی بجوید و میان توانگران و درویشان فرقی بگوید. قاضی چون منطق ما بشنید، سر به جیب تفکر فرو برد و پس از تأمل بسیار برآورد و گفت: ای آن که توانگران را ثنا گفتی و بر درویشان جفا روا داشتی، بدان که هر جا که گل است خار است و با خمر خمار است و بر سر گنج مار است و آنجا که در شاهوار است نهنگ مردم خار است. لذت عیش دنیا را لدغه اجل در پس است و نعیم بهشت را دیوار مکاره در پیش. جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست، گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند. نظر نکنی در بوستان که بید مشک است و چوب خشک؟ همچنین در زمره توانگران شاکرند و کفور و در حلقه درویشان صابرند و زجور. اگر ژاله هر قطره ای در شدی، چو خرمهره بازار از او پر شدی. مقربان حق جل و علا توانگرانند درویش سیرت، و درویشانند توانگر همت. و مهین توانگران آن است که غم درویش خورد، و بهین درویشان آن است که کم توانگر گیرد. پس روی عتاب از من به جانب درویش آورد و گفت: ای که گفتی توانگران مشتغلند به مناهی و مست ملاهی، بلی طایفه‌ای هستند بر این صفت که بیان کردی، قاصر همت کافر نعمت، که ببرند و بنهند و نخورند و ندهند. و اگر به مثل باران نبارد یا طوفان جهان بردارد، به اعتماد مکنت خیش از مهنت درویش نپرسند و از خدای عز و جل نترسند و گویند: گر از نیستی دیگری شد هلاک، مرا هست بط راز توفان چه باک. قومی بر این نمط که شنیدی و طایفه دیگر خان نعمت نهاده و دست کرم گشاده، طالب نامند و معرفت و صاحب دنیا و آخرت. قاضی چون سخن بدین غایت رسید، و از حد قیاس ما اسب مبالغه گذرانید، به مقتضای حکم قضا رضا دادیم و از ما مزا در گذشتیم و بعد از مجارا طریق مدارا گرفتیم و سر به تدارک بر قدم یکدیگر نهادیم و بوسه بر سر و روی هم دادیم. و ختم سخن بر این بود: مکن ز گردش گیتی شکایت ای درویش، که تیر بختی اگر هم بر این نسق مردی. توانگرا چو دل و دست کامرانت هست، بخور ببخش که دنیا و آخرت بردی.